خب در ادامه آموزش سیستم های کنترل مدرن میرسیم به بحث کنترل بهینه این چه کنترل بهینه چی هست منظورمون از کنترل بهینه چی میتونه باشه و جایگاه کنترل بهینه چی هست چه کاربردی داره چرا رفتیم سراغ کنترل بهینه و این چه از چه ابزارها و روشهایی برای انجام کنترل بهینه استفاده میشه ابتدا میپردازیم به مفهوم بهینه و انجام یک کاری به صورت بهینه وقتی میگیم یک کاری یه عملی به صورت بهینه انجام میشه یعنی این کار را میخواییم با بهترین روش ممکن یعنی اون محدودیت ها باید مد نظر ما باشه یعنی با در نظر گرفتن شرایط مسئله محدودیت های مسئله میخواییم اون کار را با بهترین روش و بهترین حالت انجام بدیم خب مشخصه اون کار مورد نظر عمل مورد نظر باید برای ما دقیقا مشخص باشه وقتی میگیم بهترین باید معیاری داشته باشیم برای ارزیابی ببینیم بهترین کدوم روش هست و کدوم حالت بهترین میتونه باشه و همچنین وقتی میگیم بهترین باید اون انتخاب مختلف و روی چردهای مختلف هم مد نظر باشه و مشخص باشه تا از بین اونها ما حالت بهترین رو انتخاب کنیم. اگه ما این سه مورد رو به صورت شفاف و مشخص نداشته باشیم خب طبیعتا انجام بهینه کار یا بهینه سازی برای ما امکان پذیر نخواهد بود. ببینیم کنترل بهینه چه اهمیتی داره. خب طبیعتا ما در طراحی مهندسی به صورت کلی در طراحی مهندسی میخواییم کارایی سیستم رو بالا ببریم البته با در نظر گرفتن هزینه و بحث اقتصادی یعنی با چمترین هزینه و بیشترین کارایی دست پیدا کنیم در خصوص کنترل بهینه عمدتا هدف ما اینه چه سیگنال کنترلی پیدا کنیم که اولا محدودیت ها و شرایط مسئله ما خب طبیعتا باید لحاظ بشه به عملکرد قابل قبول دست پیدا کنیم در خصوص سیستم کنترل و همچنین تابع معیاری تعریف خواهد شد که میخواییم این تابع معیار حتی اقل بشه تابع معیار هم طبیعتا در برجیرنده متغیرهای تأثیرگذار کار ما خواهد بود اینجا به صورت کلی یه تابع معیار رو تعریف کردیم ملاحظه می که انتگرال یه عبارتی هست که توش ما x t و یو را اینجا داریم در بازه تی صفر تا تی یک در حالت کلی تابع معیار اینجا با j نمایش دادیم میدونیم که محل قطب‌های حلقه بسته تو بحث سیستم کنترل بسیار برای ما حائز اهمیت هست پس انتخاب بهینه با توجه به شرایط مسئله برای محل قطبها بسیار مسئله مهم و کلیدی هست. در حقیقت ما خواهیم مقادیر ویژه را جایابی کنیم قرار بدیم در محلهای مطلوب که در این راستا احتمالاً به رویتگر هم نیاز پیدا کنیم و در نهایت به محل دلخواه برای قطبها برسیم. چی محل های دلخواه و مطلوب با توجه به شرایط مسئله انتخاب میشه. خب وقتی محل قرار گرفتن قطبه ها انتخاب میشه پارامترهای متعددی مد نظر هست قبلا توضیح دادیم سرعت پاسخ یکی از این مسائل هست که با فاصله قطبه ها از محور موهومی ارتباط داره و همچنین دینامیک خطای تخمین هم یه پارامتر تأثیر گذار هست وقتی رویت تو مسئلمون داریم خب قطبه های سری یا قطبه هایی که منجر به پاسخ سری تر میشن در حقیقت قطبه هایی هستند که دور هستند باعث سرعت پاسخ اینا میشند و همچنین دینامیک خطای تخمین حالت ما سریعتر خواهد بود ولی این قضیه باعث اشباع محرک های ما خواهد بود همچنین ممکن است منجر به ناپایداری برای سیستم بشه و دوباره قبلا این نکته مهم و یادآوری کردیم که وقتی قطبها را در فاصله دورتری قرار میدیم با اینکه سرعت ما بالا میره ولی ما در برابر نویز آسیب پذیر خواهیم بود خب سیستم رو به این صورت در نظر میگیریم سیستم خطی هست یه معیاری رو به این صورت به صورت کلی تعریف کردیم این معیار رو تعریف کردیم برای سرعت صفر شدن حالت ها و کیوی چه اینجا هست ماتریس وزنی هست در حقیقت این ماتریس وزنی وزن اختصاص داده شده به هر یک از حالت ها را مشخص میکنه این هر یک از حالت های ما در سیستم چه اهمیتی و چه وزنی براشون قائل شدیم خب برای یادآوری ماتریس متقارن ماتریسی هست که ترانسپوزش با خودش مساوی باشه ماتریس ضد متقارن یا پاد متقارن به این صورت تعریف میشه که ترانسپوزش قرینه خودش باشه اگه آ ماتریس دلخواهی باشه میتونیم این ماتریس آ را به صورت جمع دو تا عبارت ماتریسی بنویسیم که این قسمت متقارن هست و این قسمت پاد متقارن هست یه یادآوری کوتاهی داریم در خصوص ماتریس معین مثبت و ماتریس نیم معین مثبت خب ماتریس متقارن آ معین مثبت هست به شرط برقراری هر کدام از شرایط مقابل مثبت بودن تمام مقادیر ویژه یعنی همه مقادیر ویژه را بجه برای ماتریس ها حساب کنیم همشون مثبت باشند مثبت بودن تمام جهات اصلی مقدم همچنین ماتریس A را به صورت نیم معین مثبت تعریف می کنیم وقتی که همه مقادیر ویژش نامنفی باشد. خب قبلا یه معیاری در نظر گرفتیم در اسلاید پنز مشکلی چه وجود داشت اینه که ما با دامنه های بزرگ ورودی مواجه هستیم. میخوایم این مشکل رو با تغییر معیار حلش کنیم. یو را وارد شاخص عملکرد می کنیم و شاخص عملکرد ما یه مقدار کامل تر خواهد شد ملاحظه می کنید یو هم وارد شاخص ما شده است برای کنترل دامنه های بزرگ ورودی خب الان شاخص ما به این صورت خواهد بود این ماتریس آردو ماتریس وزنی متقارن معین مثبت هست دوتا تا ماتریسی که ملاحظه میفرمایید R1 و R2 اهمیت نسبی دو تا جمله رو تو شاخص برای ما مشخص می کنند. خب چند تا نکته را اینجا با هم مرور می چند نکته مهم اولا وقتی صحبت از تخمین پایداری و پایداری میشه تمام حالت های سیستم مد نظر ما هست نه بخشی از حالت ها این نکته بسیار مهم و اساسی هست حالت هایی که بی اهمیت میشن با توسط به شرایط مسئله توسط مقدار متناظرش در ماتریس وزنی که صفر قرار داده میشه براش اینا برای ما مشخص میشن یعنی ماتریس وزنی قبلا هم توضیح دادیم اهمیت حالت ها را برای ما مشخص میکنه خب اجه مسئله کنترل بهینه را برای سیستم تغییر ناپذیر با زمان در نظر بگیریم اولا یه بازه ای مد نظر ما هست بازه ما در حالت کلی بین تی صفر تا تی یک هست یعنی تی ما در بازه تی صفر تا تی یک تغییر میکنه و ما میخوایم یو را مشخص کنیم که در این بازه زمانی شاخص عمل کردی ما مینیموم بشه توی حالت خاص اگه تی سفر ما برابر سفر و تی یک ما برابر بینهایت باشه یعنی بازه کاری ما از سفر تا بی نهایت باشه ما حالت ماندگار را خواهیم داشت و مسئله بهینه که مطرح میشه تو این شرایط اصطلاحا بهش میگیم کنترل بهینه خطی در حالت ماندگار خب سیستم رو به این صورت در نظر گرفتیم به فرم معمول شاخص گفتیم که به این صورت در نظر میگیریم دو تا جمله داره شاخص ما میخواییم فیدبک حالت رو برقرار کنیم خب میدونیم که به شرط کنترل پذیری میشه از فیدبک حالت برای جابجایی قطبها استفاده کرد در مسئله کنترل بهینه باید ماتریس بهره حالت رو طوری مشخص کنیم که شاخص مورد نظر برای ما مینیموم بشه میشه ثابت کرد که ماتریس کای بهینه با این فرمول حاصل میشه کا مساوی وارون آردو در بی ترانسپوزه در پی به شرط اینکه P در یه معادله معروف به نام معادله ریکاتی صد کنه اینجا ما معادله ماتریسی ریکاتی رو داریم باید پی ما تو این معادله صادق باشه پی ماتریس حقیقی متقارن مثبت هست باید تو این معادله صادق باشه با این شرایط کای بهینه ما از این رابطه حاصل خواهد شد کایی چه؟ شاخص عمل چرد ما را قرار مینیموم بکنه. البته مقدار شاخص عمل چرد هم به این صورت داده شده. x t صفر در PX0 خب ببینیم ماتریس های R1 و R2 و وزن هایی که این دوتا ماتریس میدند چه نقشی دارند چه تأثیراتی میتونند داشته باشند. افزایش وزنهای ماتریس آر 1 میتونه باعث افزایش سرعت صفر شدن حالتها بشه یعنی حالتهای ما با سرعت بیشتری به سمت صفر شدن حرکت کنند و این میتونه باعث افزایش دامنه ورودی بهینه بشه که این به نوبه خود هزینه کنترلی و برای ما افزایش خواهد داد همچنین افزایش وزنهای ماتریس آر 2 که از ماتریس های وزنی شاخص هست آر 1 آر 2 ماتریس های وزنی شاخص ما بودند خب این میتونه باعث کاهش دامنه ورودی بشه و اینم به نوبه خود هزینه کنترلی رو برای ما کاهش خواهد داد خب یه حالتی رو در نظر میگیریم که میخواییم درجه معینی از پایداری برای ما برقرار باشه یعنی قطبهای های ما سمت چپ یه مقدار معینی قرار بگیرند مثلا فرض کنید اینجا نقطه منهای دو باشه ما میخواییم همه قطبهای های ما سمت چپ منهای دو باشن یعنی مقدار حقیقی قطبهای های ما کوچکتر از منهای دو باشن به با عنوان مثال اینجا ما دنبال یه درجه معینی از پایداری هستیم و یه ناحیه مشخصی رو برای قطبها مد نظر داریم اصطلاحاً اگر این نقطه منهای آلفا باشه به این حالت که دنبال درجه معین پایداری هستیم اصطلاحا درجه پایداری آلفا میجیم خب اینجا محل قرار گرفتن قطبه های حلقه بسته هست سمت چپ خط عمودی منهای آلفا خط عمودی که از نقطه منهای آلفا عبور میکنه خب شاخص عمل کرده ما ببینید این قسمتش فرمتش مثل شاخص قبلی هست ولی این قسمت نمایی به شاخص اضافه شده ای به گوهه دو آلفا تی که این درجه پایداری آلفا به این طریق وارد شاخص ما شده در قالب یه جمله نمایی که آلفا اینجا ظاهر شده خب یوی الفا ی تی به این صورت خواهد بود در جهت کنترل بهینه برای اینکه ما شاخص عمل چردمون مینیموم بشه و پی آلفا یه پاسخ غیر منفی منحصر به فرد برای معادله ریکاتی هست خب قبلا با رویتجرهای حالت آشنا شدیم و این چه برای تخمین متغیرهای حالت مورد استفاده بودن الان فرض می که اطلاعات ما آغشته به نویز هستند پس باید از یه رویتجر خاصی استفاده کنیم که اطلاعات صحیح را از داده های نویزی استخراج کنه رویتجری که به کار ما میاد یه رویتجر بهینه یا فیلتر کالمن هست یعنی این رویتجر میاد اطلاعات درست و صحیح را از اطلاعاتی که مخلوط شده با نویز استخراج میکنه و برای کار تحویل ما خواهد داد طبق معمول انتخاب ماتریس رویتجر L بسیار مهم هست، تأثیر گذار هست. اگه قطبه های رویتجر دورتر از مبدع باشه، سرعت بالا را خواهیم داشت برای صفر شدن خطای رویت، ولی در برابر نویز آسیب پذیر خواهیم بود، نویز پذیری سیستم ما زیادتر خواهد بود، و برقراری یه مصالحه منطقی بین این دو فاکتور مهم بسیار امر لازم و ضروری است رویتجر ما قرار گرفته میاد داده های صحیح و استخراج میکنه از داده های نویزی ولی خب طراحی بهینه این بحث مهم ما خواهد بود اجه نگاهی گذرا به سیر تاریخی بحث‌های مرتبط با فیدبک حالت و رویت جر داشته باشیم، کالمن در سال 1964 برای سیستم‌های های تکخروجی تک input سینگل اینپوت سینگل با فیدبک حالت بهینه نشون داد که حاشیه بهره این سیستم‌ها بی‌نهایت و حاشیه فازتشون 60 درجه هست. و بعداً در سال 1978 این نتایج برای سیستم های چند ورودی و چند خروجی هم تعمیم داده شد ولی نتایج فوق برای فیدبک حالت با رویتجر صادق نیست بحث لینیر کوادراتیک استایمیشن بحث فیدبک حالت و تخمین متغیرهای حالت توسط کالمن مطرح شد لینیر کوادراتیک رگولیتور چه بحث رگولاتور درجه دوم هست رگولیتور درجه دوم توسط کالمن مطرح شد و همچنین لینیر کوادراتیک گاوسین چه بحث مینیموم سازی امید ریاضی شاخص عمل شده درزی دوم انتگرالی هم توسط کالمن مطرح شد ولی خب نکته ضعف روش هایی چه صحبت شد و اثبات شده بود این هست که در برابر نامعینی ها مقاومت چندانی ندارند و پایداری تضمین شده برای الکیوزی وجود ندارد اثبات شده نیست و حالا بعدا تو این زمینه خیلی کار شد و از جمله از نظریه سبی نهایت برای حل این نقطه ضعف ها چی از روش ها این بود که استفاده شد خب میدونیم که ما تو سیستم با یک سری اختشاشات خارجی اصطلاحا سر و کار داریم میتونیم به صورت خلاصه اینا را به صورت ورودی هایی تعریف کنیم که ناخواسته و غیر قابل پیش بینی هستند و ناگزیر بر سیستم ما تحمیل میشن و مسئله مهم اینه که در اغلب کاربردهای صنعتی این اختشاشات وجود داره و اجتناب ناپذیر در حقیقت چه اثرات منفی هم بر عمل کرده سیستم ما دارند حالا اینا رو بخوایم در حالت کلی به دو دسته تقسیم بندی کنیم یه سری اختشاشات داریم اختشاشات بار و همچنین یه سری نویز تصادفی خواهیم داشت اینا رو میشه با یه ثابت غیر صفر مدل کرد اونورم چه گفتم سیگنال های نویز تصادفی رو داریم خب اگر یه مقایسه بین نویز و اختشاش داشته باشیم که یه بحث همیشه مطرح در سیستم های کنترل هست اختشاش در مسیر پیشرو قرار میگیره و عمدتا میگیم چرا پلند وارد میشه ولی نویز عمدتا در حلقه فیدبک وارد میشه به سنسور وارد میشه در حقیقت اندازه جیری هامون اطلاعاتمون آغشته به نویز میشه اختشاش معمولا دینامیک معلومی داره ولی نویز دینامیک نامعلومی داره اختشاش از فرکانس پایینی برخورداره نویز فرکانسش به نسبت بالاست اختشاش قابل مدل شدن با یه مقدار ساب مثلا با یه تابع پله تابع پاس میتونیم اختشاش رو مدل کنیم ولی نویز رو معمولا به صورت نویز سفید مدل می کنیم، معرفی می کنیم. اختشاش در معادلات حالت قرار میگیره ولی جایگاه نویز در معادله خروجی هست. اختشاش تا حدودی قابل تخمین هست ولی نویز قابل تخمین نیست. اختشاش عمدتا اثر لحظه ای دارد ولی نویز به صورت جمع شونده هست و بر روی معادله خروزی اصطلاحاً سوار میشه. در حلقه فیدبک اگر غین حلقه را مقدار جی اچ را ما به سمت بی نهایت ببریم پاسخ به اختشاش خروجی ناشی از اختشاش صفر میشه ولی اگر همین کار انجام بدیم در حالی که نویز داریم در سیستممون خروجی ما عینا نویز خواهد شد بنابراین اینجا ما با سیستم های تصادفی سر و کار داریم و ما با معلف های تصادفی در برخی از متغیرها مواجه هستیم. خب مقدار خاصی ممکن توسط متغیر به صورت احتمالی قرار بگیره و تخمین مقدار متغیر برای ما حائز اهمیت است و ما نمیدونیم در هر لحظه چه مقداری با دقت کافی برای متغیر مشخص خواهد شد رویتشرهای بهینه را داریم گفتیم در حالتی استفاده میشند چه داده های ما آغشته به نویز باشند نویز و اختشاش به عنوان ورودی های تصادفی برای ما مطرح هستند در اینجا مدلسازی برای ما حائز اهمیت خواهد بود در خصوص فرایندهای تصادفی خب اگر یه مروری داشته باشیم به تابع توزیع احتمال که با fx نشون میدیم ملاحظه میکنید به مفهوم احتمال قرار گرفتن فرایند تصادفی x در مقادیر کمتر یا کوچکتر از x اگه مشتق بگیریم از تابع توزیع احتمال تابع چقالی احتمال را خواهیم داشت اینجام احتمال قرار گرفتن فرایند تصادفی X بین دو تا مقدار X1 و X2 مد نظر هست به این صورت نمایش میدیم ببینید فرایند تصادفی X احتمالش اینه چه بین دو تا مقدار X1 و X2 قرار بگیره اینجا تو تابع توزیع احتمال احتمال قرار گرفتن فرایند تصادفی در مقادیر کوچکتر یا مساوی X مطرح بود ولی اینجا بحث اینه چه بین دو تا مقدار x1 و x2 قرار بجیره در بازه x1 تا x2 انتگرال میگیریم از تابع چقالی همچنین واریانس x رو داریم که در حقیقت معیاری برای پراکندگی هست و جذرش رو به عنوان انحراف معیار میدونید چه معرفی میکنیم بنابراین ما با ورودی های تصادفی سر و کار داشتیم در حقیقت بحثمون اینجا یادآوری فرایندهای تصادفی و احتمال هست ما با تغییرات تصادفی سر و کار داریم خب اینجا بحث احتمال مطرح میشه احتمال تغییرات رو داریم فرایندهای تصادفی انواع مختلف دارن به روش های مختلف اینا را طبقه بندی میکنن بر اساس مشخصاتی که دارند ما فرایند ارگودیک داریم در فرایند ارگودیک هر مجموعه از نمونه تصادفی میتونه بیانگر میانجین ویژگی های اون فرایند باشه اصطلاحا بهش میگیم فرایند ارگودیک همچنین فرایند ساچنو رو داریم به این صورت چه قوانین احتمال حاکم بر فرایند در طی زمان تغییر نخواهد کرد خب توضیح گوسی معروف که بهش توضیح نرمال هم میجند تو بحث ما استفاده خواهد شد برای نویزهای فرایند در حقیقت نویزهای فرایند را میتونیم با توضیح گوسی تقریب بزنیم به دلیل روانی کار سهولت کار و میدونیم این خاصیت مهم و فرایند گوسی داره که تحت انتقال خطی خروجی ما فرایند گوسی دیگری خواهد بود اینجا شکل توضیح و گوسی و مشاهده میکنید آشنا هستید باهاش خب اینم تابع توضیح خب میدونیم کارچرد اصلی فیلتر کالمن برآورد متغیرهای حالت هست در شرایطی که ما با ورودی های تصادفی و اصطلاحا داده های آغشته به نویز مواجه هستیم گفتیم که کارچرد فیلتر کالمن به عنوان رویتگر بهینه هست خب اگر معادلات حالت و خروجی رو در حالتی که ما نویز داریم لحاظ کنیم ببینید اینجا نویز ورودی هست تو این قسمت وارد میشه تو معادله ی حالت وارد میشه و این قسمت نویز خروجی هست فرض میکنیم که VT و WT که گفتیم اینا بردارهای این نویز ورودی هست و WT نویز اندازه هست از نوع فرایندهای ساچن گوسی هستند که دارای میانجین اینا صفر هستند و مستقل هستند زمنن وابستگی به هم ندارند و همچنین نویز گفتیم به صورت سیگنال تصادفی هست عنوان سیگنال تصادفی تعریف کردیم معمولا توسط دو تا پارامتر مشخص می کنند میانجین و واریانس خب بردار حالت و قرار توسط فیلتر کالمن در شرایط نویزی تخمین بزنیم بردار حالت تخمین زده شده را با ایکس حت تی نمایش میدیم و در این حالت فیدبک حالت ما به این صورت خواهد بود ملاحظه می کنی. زای x تی x hat اینجا قرار گرفته یوی t مساوی منهای k x hat t خب نویز سفید در بحث های کنترلی علل خصوص کنترل بهینه بسیار مطرح میشه یه فرایند تصادفی در حقیقت پر استفاده هست که ازش استفاده میشه قبلا توضیح دادیم تو بحث مقایسه نویز و اختشاش اشاره چردیم برای مدل چردن نویز استفاده میشه در حقیقت دارای توان توضیح شده یک نواخ برای همه فرکانس ها هست که مقدارش برابر انصف دوم هست تو همه فرکانس ها و انرژیش به این صورت محاسبه میشه چه برابر بی نهایت هست؟ البته خب نویز سفید با انرژی بی نهایت یه حالت ایدئال هست و در عمل نخواهیم داشت و در حقیقت میشه گفت تقریبی هست برای نویز هایی که در سیستم های سنتی و سیستم های واقعی ظاهر میشه خب اگه بحث فیدبک حالت بهینه و رویتگر بهینه رو بخوایم جمع بندی و خلاصه بکنیم وقتی صحبت از ماتریس بهره فیدبک حالت در حالت بهینه میشه مصالحه ای هست بین سرعت صفر شدن حالت های سیستم و بزرگ شدن ورودی ها ولی وقتی صحبت از ماتریس بهرهی رویتچر در حالت بهینه می کنیم، بحث مصالحه بین سرعت صفر شدن خطای رویتچر سو با رویتچر کار میکنیم بحث مهم ما خطای رویتجر هست باید مصالحه منطقی برقرار کنیم با توجه به شرایط مسئله بین سرعت صفر شدن خطای رویتگر و بزرگ شدن ماتریس